تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم تفسیر گفتیم، به جزء 27 سوره واقعه رسیدیم. آیه 63، 64، 65، 66، 67 و این آیه دارم میگیم. بشنوید. افرأیتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. در این سوره اهل بهشت و اهل جهنم میگه و میگه افراد یه عده در راه حقن، یه عده در راه باطل، اصحاب یمین، اصحاب شمال. و اصحاب شمال افراد منحرف سوال میکنن ما مردیم دو مرتبه زنده میشیم؟ فرمود بشه بله شما زنده میشید، اولین و آخرین مجموعون جمع میشید، و اگرم شک در قیامت دارید نگاه کن به چند چیز. در آیت قبل گفت نگاه کن به اسپر، به نطفه خودت، چطور این نطفه تبدیل به یک انسان شد. همه قدرتی که این نطفه رو تبدیل به انسان میکنه، قیامت هم شما رو خلق میکنه. حالا یه مثال دیگه، 63. افرأیتم ما تحرثون، آیا آنچه را کش میکنید دیده اید؟ یه دانه رو زیر خاک میکنید. اانتم تزرعونه، شما این را میرویونید؟ ام نحن زارعون، شما دونه زیر خاک میکنی. رویاندن دونه دست خداست. تخم و چال میکنی، دانه رو زیر خاک میکنی، این دست شماست. اما این که این دانه سبز بشه، ریشش بره تو، ساقش بیاد بیرون مثل کلنگ دو سره، از این ور بره پایین تو زمین برای که جذب مواد، از این ور بیاد بیرون. انتون تزرعون، شما ای گیاه می رویانی؟ ام نحن الزارعون، یا ما رویاننده هستیم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، بخوایم اینو سبزش نمی کنیم. حطام یعنی خار و خاشاک، اگر بخوایم ایدونه سبز نمیشه، تبدیل میشه به یک تیغ و خار و خاشاک. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون، و شما از روی تعجب میگید که تفکهون. چند تا معنا شده برای تفکهون، یکی معنای میوه خوردنه، یکی معنای فاکه خوردن، یکی فکاهی گفتنه، یکی معنای تعجب و پشیمانیه، که اینجا ظاهرا معنی چیزه پشیمانیه. اگر بخوایم این دونه که کاشتی سبز نمی کنیم، خار و خاشاک میکنیم، وقت فولتم تفکهون، شروع میکنید به قصه خوردن، چه خاکی به سرمون شد، دونه کاشته سبز نشد، خار و خاشاک شد. تفکهون سه تا معنی داره، یکیش معنی پشیمونیه با تعجبه. بعد میگید انا لمغرومون، ما غرامت، یعنی ما ضرر کردیم، دونه کاشتیم به عشق اینکه یه خوشه بیاد بیرون، دونه ما بین رفت. ما مغروم یعنی ما مغرومون، یعنی ما زیان کردیم، زیان دیدیم. بل نحن محرومون، بلکه مثل محروم و بدبخت شدیم. خلاصی دست مانه، ریشتون دست مانه، چرا شک میکنی؟ یه دونه میکاری، من همین دونه رو سبزش میکنم، به همون دلیلی که این دونه سبز میشه تو هم دوباره قیامت زنده میکنم. هر نوع تغییر و تحولی که در طبیعت میشه برای خدا یک ساله، یه جوره خلقناکم قدرنا بینکم، میافرینم مرگتون میدم. زارعون، من میتونم این گیاهو برویانم، میتونم فجعلنا حطاما، میتونم نرویانم. میتونم تشربون، از این آب بیاشامید، میتونم لجعلنا اجاجا، تلخش کنم نیاشامید. بیاشامید یا نیاشامید دست منه، آب شیرین میکنم بیاشامید، تلخ میکنم نیاشامید. زارعون نحن زارعون، میتونم گیاه سبزش کنم برویانم، میتونم حطاما خار و خاشاکش کنم، همه چیز دست منه.
ما وقتی نعمت ها رو میتونیم بفهمیم که ضدش انجام بدیم. قرآن هم از زیرا خیلی برای خداشناسی از زیرا خیلی استفاده کرده. اگر بخوام روز طولش میدیم ها، یعنی حرکت زمین رو کندش میکنیم، کی برای شب میاره؟ شب و طولش نگر میداریم، تو شب کره زمین رو نگر میداریم، حرکتش رو کند میکنیم، کیه برد روز بیاره؟ اگر آب به زمین فرو رفت، کیه برد آب بیاره؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، بخوام خار خاشاک میکنیم، لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخوام آب تلخش میکنیم. یعنی اگر همیشه آب شیرینه، فکر نکن ما مجبوریم آب شیرینش کنیم، هر لحظه میتونیم تلخش کنیم. همون قدرتی که از یک دونه خوشه میاره بیرون، از یک تک سلول هم مرده میاره بیرون، چرا شک میکنی؟ فعل و انفعالا با اراده خداست. بعضی هم تا سرشون به سنگ نخوره، یعنی محصولشون خار و خاشاک نشه، سرشون به سنگ نخوره، وجدانشون بیرون نمیشه، بیدار نمیشه، وجدانشون بیدار نمیشه. باید شما دونه که میکنید خار بشه و بدون تو سرت که بل نحن محرومون مغرومون، ما غرامت کردیم، زیان کردیم، محروم شدیم. بعدی طور است خدایا به ما میگی چه؟ تو به ما میگی این طبیعت کلاسه، چطور یه دونه خوشه میشه؟ چطور یک تک سلول انسان میشه؟ از این طبیعت و از این قدرت مادر طبیعت دست بگیر برای ایمان. بله ما غافلی. این تا آیه 67 سوره واقعه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.